هفته عصر ایران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من پویا عزیزی هستید. سرخط خبرها. گزارش ها از پایان اختلاف میان اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان ها. رسانه های اسرائیلی میگویند لیستی که حماس داده بود به درخواست دولت اسرائیل تغییر کرد. من کامیار بهرنگ از اورشلیم همراه شما هستم. همزمان با بالا گرفتن اختلاف ها بر سر فهرست گروگان های اعلام شده برای مبادله، اسرائیل میگوید از محل نگهداری برخی گروگان ها در غزه خبر دارد. انتقاد گسترده از بخشنامه خیلی محرمانه وزیر کشور برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری. وزارت کشور همچنان به سکوت در برابر سند افشا شده ادامه می دهد. درخواست سازمان عفو بین الملل برای لغو حکم اعدام یک زندانی سیاسی. عفو بین الملل نسبت به احتمال اعدام ایوب کریمی، زندانی عقیدتی و اهل سنت کرد، هشدار داد. همچنین در اقتصاد و بازار می بینید. شعار مهار تورم شکست خورد. رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی خواست به موضوع ورود کند. با یک مجموعه خبری دیگه همراه شما هستیم. در ابتدای این بخش به تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل و حماس می‌پردازیم. در هشتمین هفته از جنگ اسرائیل و حماس همکاران ما همچنان برای پوشش خبری تحولات در اسرائیل هستند. بریم به اورشلیم و بشنویم تازه ترین ها رو از کامیار بهرنگ. ممنونم از تو پویا. وقت شما بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال بخیر. از اورشلیم با شما همراه هستم برای بررسی مهمترین تحولات جنگ حماس و اسرائیل. در روز چهارم و پایانی آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس، تلاش‌ها برای تمدید آتش‌بس ادامه دارد، در حالی که پیش از این خبرهایی مبنی بر اختلاف در فهرست گروگان‌های امروز منتشر شده بود. یک مقام قطری میگوید حماس امروز 11 گروگان را آزاد خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند لیستی که حماس به واسطه قطر ارسال کرده بود به درخواست دولت اسرائیل تغییر کرده است. بر اساس گزارش‌ها این تغییر امکان تبادل گروگان‌ها و زندانیان را چند ساعت تأخیر داشته فراهم می‌کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرد که این کشور از مکان استقرار برخی خانواده‌های به گروگان گرفته شده توسط حماس آگاهی دارد. روزنامه دیلی اکسپرس امروز در گزارشی مدعی شده بود اسرائیل از محل نگهداری گروگان‌ها اطلاع دارد، اما بدون تلفات زیاد از مردم غزه امکان آزادسازی گروگان‌ها وجود ندارد. بریم به تل اویو، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، مقامات مصری میگن توافق برای تمدید آتش‌بس در حال نهایی شدنه و دست کم دو روز دیگه این توافق تمدید خواهد شد. چه جزئیات بیشتری میدونیم؟ در حال حاضر آنچه که در اختیار داریم این هستش که حداقل امروز توافق انجام میشه. همانطوری که گفتم این جنگ روانی هستش که حماس در سه روز گذشته هم آن را همچنان ادامه میداد و امروز هم در رابطه با اسامی مسئله پیش اومد و او حماس مادرها را با فرزندانشون جدا کرده بود. اما همانطوری که خودت هم گفتی مصر میگوید که این مسئله حل شده و آمبولانس های صلیب سرخ آماده هستند که 11 گروگان اسرائیلی را که 9 کودک و 2 مادر هستند را تحویل بگیرند و به اسرائیل بیارند. در مقابل 39 زندانی فلسطینی هم از زندان اوفر پس از اینکه اتوبوس وارد اسرائیل شد اونها هم آزاد خواهند شد. در رابطه با فردا مسئله بسیار مهمی هستش، زیرا طبق قراردادی که بین اسرائیل و حماس امضا شده فردا ساعت 7 صبح آتش بس به پایان میرسه. اما مصری ها میگویند که حداقل برای یک روز دیگر حماس به آنها گفته که تعداد لازم گروگان ها را در اختیار داره تا آزاد بکنه و اسرائیل میتونه که یک روز دیگه آتش بس بده، امکان داره به دو روز هم برسه. این بستگی به حماس داره که تا چه حد میتونه گروگان های بیشتری را پیدا بکنه. به گفته حماس تمامی گروگان ها در اختیار او نیستن، او باید به دنبال آنها بگرده و همه اینها بجز گروگان هایی هستش که
در دست جهاد اسلامی هستند. گفته شده که بیش از 40 گروگان در حال حاضر دست جهاد اسلامی هستند، سازمانی جدا که میخواهد که جداگانه با اسرائیل وارد مذاکره بشه و زندانیان خودش را از زندانهای اسرائیل آزاد بکنه. همچنین گزارش‌هایی رسیده بود که چند تن از گروگان‌ها هم امکان داره که در دست اهالی شهر غزه هستند و هنوز به حماس و یا به جهاد اسلامی داده نشدن. در هر حال ما منتظر هستیم که شاید تا دقایقی یا ساعتی دیگر اولین گروه گروگان‌ها که به سوی اسرائیل از غزه میاد را دنبال کنیم. ممنونم از تو بابک. همزمان با صحبت‌های تو همونطور که خودت هم اشاره کردی، بخشی از زندانیان در زندان عفر هستن. تصویر زنده‌ای رو از مقابل این زندان می‌دیدیم، زندانی که در نزدیکی رام الله هست در شمال اورشلیم، و می‌دونیم زندانیان که قرار مبادله بشن با گروگان‌های حماس در این زندان هستن. ممنونم مجددا از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو. اما ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس برای دیدار با مقام‌های اسرائیلی راهی این کشور شد. ایلان ماسک پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در مورد استفاده از سرویس اینترنتی استارلینک و پخش محتوای یهودی ستیزانه در شبکه اجتماعی ایکس گفتگو کرده. در این دیدار توافق شده که اینترنت ماهواره استارلینک تنها پس از موافقت وزارت ارتباطات اسرائیل در نوار غزه فعال شود. مقام‌های فلسطینی از احتمال تمدید آتش‌بس موقت خبر می‌دهند. ریاض مالکی وزیر خارجه تشکیلات خردگردان فلسطین می‌گوید قطر، مصر، آمریکا و اتحادیه اروپا برای تمدید آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس در نوار غزه تلاش می‌کنند. خبرگزاری رویترز از قول مالکی می‌گوید که آتش‌بس 1 تا 3 روز ممکن است تمدید شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اجماع گسترده‌ای برای تمدید آتش‌بس تا آزادی گروگان‌های بیشتر وجود دارد. همزمان با سفر رئیس جمهور و رئیس پارلمان آلمان به اسرائیل، این کشور برای بازسازی بخشی از تخریب‌های ناشی از حمله حماس به اسرائیل قول کمکی 7 میلیون دلاری را مطرح کرده است. فرانک والتر اشتام مایر که همراه با ایساک هرتسوگ به کیبوتس بئری رفته گفته این کمک برای بازسازی این کیبوتس هزینه خواهد شد. یس سوسنبرگ دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری در بروکسل با استقبال از آتش‌بس موقت در نوار غزه خواستار تمدید آن شد. سوسنبرگ همچنین با اشاره به حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در منطقه به جمهوری اسلامی هشدار داد برای جلوگیری از گسترش تنش جلوی نیروهای نیابتی خود در منطقه را بگیرد. استقبال میکنیم از وقفه کنونی در جنگ، و خب این امکان داده که شماری از گروگان‌ها آزاد بشن، حمایت و کمک‌های انسان دوستانه بیشتری به مردم غزه تحویل داده بشه. من خواستار تمدید این وقفه هستم، چرا که این به مردم غزه نیاز این امکان رو خواهد داد که کمک‌های بیشتری دریافت کنن که به شدت اونها نیاز دارن و گروگان‌های بیشتری آزاد بشن. ناتو یک نقش فعال داره در مبارزه در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان. ما در منطقه حضور جدی داریم در جنبه‌های مختلف، از جمله مبارزه با داعش، همونطور که اشاره کردم با اردن همکاری می‌کنیم، و خب البته نگران این هستیم که تنش بیشتر بشه، و بنابراین پیاممون به ایران اینه که کنترل کنند نیروهای نیابتی خودشون رو. شاهد حملاتی به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی بودیم در منطقه. حمله به کشتی‌های تجاری به خصوص موجب نگرانی زیادی است برای ما، و این نشون میده که ایران نباید که از این وضعیت سوء استفاده کنه برای اینکه اون رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار در سطح منطقه کنه. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند. آقای هاشمیان خوش آمدی. از یک طرف شاهد تلاش کشورهای عربی به خصوص مصر و قطر برای تمدید توقف موقت جنگ هستیم، از یک طرف شاهد حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منافع اسرائیل. به باور شما این تضاد آیا در سرنوشت نهایی تأثیر خواهد گذاشت؟
نه، من اعتقاد ندارم که جمهوری اسلامی بتونه در فرایند نهایی تأثیر داشته باشه، چون که الان جمهوری اسلامی خارج از گروه ارکستر داره آهنگ می نوازد و به شکلی منزوی شده، نه در فرایند مذاکرات شرکت داده شده و نه گفته ها و شعارها در مورد نابودی اسرائیل و کمک به فلسطین در واقع باورمند شده برای مردم منطقه. لذا الان اینا در یک فرایند کور دارن حرکت میکنن. الان جهان به شکلی داره متحد میشه، ایالات متحده، اتحاد اروپا، اتحادیه اروپا، کشورهای عربی و حتی افکار عمومی در داخل اسرائیل بر یک محور الان داره متحد میشه و اون اولویت دادن به تمدید آتش بس و آزادی گروگان هاست، علی رغم اینکه اولویت آقای نتانیاهو نابودی حماس و موضوع گروگان ها بعد از نابودی حماس میاد. منتها کاری که حماس از لحاظ تبلیغاتی کرد دقیقا به ضرر آقای نتانیاهو با اولویت اون بوده. مثلا آمده در میدان فلسطین در شهر قدیمی غزه تمام گروگان هایی که اخیرا آزاد کرده همراه با یک نمایش نظامی در این میدان آزاد کرده و این یک پیام خیلی مهمی با آقای نتانیاهو که در واقع شما به این منطقه سه بار حمله کردید و سه بار مجبور شدید که عقب نشینی کنید و نتونستین حماس رو نابود کنید و بنابراین الان به این شکل دو طرف دارن به همدیگه نمایش میدن. منتها تمام دنیا الان خواهان آتش بس و خواهان اولویت دادن به آزادی گروگان هاست. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ممنونم که ما رو از واشنگتن همراهی کردید و ممنونم از اینکه همچنان همراه ما بودید. همونطور که گفتیم در انتظار این هستیم که شاید تا دقایق یا ساعتی دیگر تبادل چهارم میان گروگان‌های در دست حماس و زندانیان که در زندان اوفر هستند، زندانی که تصویر زنده مقابل اون رو با هم می‌بینیم، زندانی که در منطقه کرانه باختری هستش در نزدیکی رام الله حما تحت مدیریت اسرائیل، بسیاری از زندانیان در اینجا هستند. انتظار میره که در ازای 11 گروگانی که حماس امروز آزاد میکنه 33 زندانی از اینجا آزاد بشن. دقایقی پیش هم گفته شدش که دو مادر به جای دو زن مسنی که قرار بوده از ابتدا آزاد بشن جابجا شدن در لیست و یک کودک دو ماهه هم در میان گروگانهای آزاد شده هستند. از اینجا بریم به لندن، همراه بشیم با همکارم بویا عزیزی و ادامه خبرها از گوش و کنار ایران و جهان. ممنونم از تو کامیان. و در ادامه خبرها، 11 دور نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال برگزاری است. این نشست را مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار کرده و بعضی از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان همراه با نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان بین‌المللی در آن شرکت دارند. داوود مرادیان رئیس این مؤسسه پیش از آغاز نشست امنیتی هرات گفت تمرکز این نشست دو روزه بر آینده افغانستان است. همکارم نرگس هورخش از شهر دوشنبه همراه ماست. نرگس، جزئیات نشست رو بشنویم از تو در روز اول. امروز نخستین روز نشست امنیتی هرات، 11 دور این نشست اینجا در تاجیکستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. نشستی که با برنامه‌های فرهنگی آغاز شد، با ترانه‌های میهنی از افغانستان، همین طور پس از آن مقام‌های مختلف از کشورهای منطقه، کشورهای جهان، سازمان‌های بین‌المللی در پنل‌های مختلف درباره امنیت افغانستان، وضعیت کنونی افغانستان صحبت کردند، در مورد تروریسم و گسترش تروریسم در افغانستان پس از حاکمیت طالبان، درباره آپارتاید جنسیتی و آنچی در برابر زنان در حال حاضر اتفاق می‌افتد، درباره نقش کشورهای منطقه مثل ایران، مثل روسیه، چین در و گسترش روابط آنها در حال حاضر با طالبان بحث
بحث و گفتگو شد. نمایندگان و کارشناسانی از ایران هم در این نشست شرکت کرده بودند و گفتند که باید کشورهای مثل ایران بدانند که در حال حاضر اگر از طالبان حمایت میکنند یا نزدیکی با این گروه دارند، مانند پاکستان در هر صورت طالبان و آنها هم وفادار نخواهند بود. در کنار این در مورد کمک‌های بشری صحبت شد. کسانی که در اینجا شرکت کردن، سران سیاسی دولت افغانستان، مخالفان سیاسی طالبان، گفتند که وضعیت در افغانستان به شدت ناگوار است و باید طالبان با بیشتر شدن فشارهای بین‌المللی پاسخگو شوند در مورد آنچی در حال حاضر در افغانستان انجام میدن که به نحوی وضعیت را هر روز بدتر و بدتر برای مردم میکنند. نرگس هورخش در شهر دوشنبه تاجیکستان، ممنونم از تو و ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از پایان اختلاف میان اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان ها. رسانه های اسرائیلی میگویند لیستی که حماس داده بود به درخواست دولت اسرائیل تغییر کرد. انتقاد گسترده از بخشنامه خیلی محرمانه وزیر کشور برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری. وزارت کشور همچنان به سکوت در برابر سند افشا شده ادامه میدهد. انتشار سند خیلی محرمانه وزارت کشور درباره حجاب اجباری در روزنامه اعتماد و تشکیل پرونده قضایی برای آن واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته. روزنامه توسعه ایرانی با نشر دوباره سند، اطلاق عنوان خیلی محرمانه را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان دانست. به نوشته این روزنامه، وقتی نهادهای مسئول با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، نمی‌توان از جامعه انتظار داشت روایت حکومتی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، با استناد به مواد قانونی درباره مجاز بودن انتشار این سند در روزنامه اعتماد نوشت، موضوع اصلی بخشنامه وزارت کشور و مردم بودند و مصوبه یا تصمیمی که حق یا تکلیف عمومی ایجاد کند قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن الزامی خواهد بود. عباس عبدی، فعال اصلاح طلب و تحلیلگر سیاسی، هم با استناد به موارد قانونی طبقه بندی کردن اسناد، محرمانه دانستن این بخشنامه را خلاف قانون دانست. او نوشته چون مفاد این سند مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است، نمیتوان با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید درج مهر محرمانه بر این بخشنامه خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. انبوهی از چیزهای عجیب و غریب وجود داره. مثلا اول بحث اخلاقی و دروغه. این آقای رحمت وحیدی در 10 روز اخیر حداقل دو بار توی دوربین نگاه کرده به مردم و گفته واسه این حجاب‌بانا، واسه این برنامه‌ها، واسه این فاجعه‌ای که شما میگین، گفته هیچ مجوز خاصی وزارت کشور صادر نکرده. حالا خیلی روشن شده که نه تنها مجوز صادر کرده، خوش دستور داده. اصلا این علم شنگی که شما میبینید بخشش مصوبات خود آقای وزیر کشور در شورای امنیت کشور. مسئله دوم تضاد عجیب و غریب این بخشنامه است. اصلا حق نداشته بالاش مهر محرمانه بذاره. از دیشب تا حالا حقوقدان‌ها دارن توضیح میدن مجموعه از قوانین رو آوردن، مشخصا ماده 5، ماده 11 قانون دسترسی به اطلاعات. ماده 11 قانون دسترسی به اطلاعات خیلی روشن میگه مصوبه یا تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی باشه قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست، انتشارش الزامی خواهد بود. خیلی روشن از حق نداشته مهر خیلی محرمانه بزنه. حالا تو حکومت اسلامی هر کسی یه گوشه میشینه یه مهر محرمانه میزنه، تصمیم میگیره واسه 80 میلیون. مسئله سوم، اساسا روح و ماهیت این بخشنامه، این دستور عمل با قوانین و قوانین اساسی ایران در تضاده. اصل 138 قانون اساسی میگه وزرا حق دارن بخشنامه صادر کنن، اما در چارچوب قوانین. ببینید ایشون اومده یه جایی مثلا میگه دستور داده، میگه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا، میگه در طرح‌های گسترده و ملی از زنان کشور اطلاعات جمع کنن، عکس برداری کنن. خب این با اصل 21 قانون اساسی حقوق زنان در تضاد، با اصل 22 میگه حیثیت، جان، حقوق اشخاص از تعرض مسونه در تضاد، با اصل 25 میگه استراق سمت تجسس ممنوعه در تضاد، با تمام ماهیت قانون اساسی که البته رعایت نمیشه در تضاد. یه جای دیگه ای اومده داره دستور میده، میگه که مثلا مراکز عمومی، نمیدونم مالها، اینا آدمای با توانمندی مناسب باید بزنه یا در قبیله کسی بتجاب نره تو و بعد میگه جریمه شون کنه. خب این با روح قوانین، با تمام قوانین در تضاد، واسه کیش اصلا اندازه‌ای نیست. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران.
رئیس دانشگاه بهشتی در واکنش به اعتراض دانشجویان دانشکده روانشناسی به حمله ماموران حراست به کلاس و برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گفته مهاجم غرضی نداشته، قصد او تذکر دادن بود. محمود رضا آقامیری گفته از استادان دانشگاه بهشتی خواسته شده که درباره حجاب اجباری به دانشجویان تذکر دهند. مدیر کل منابع طبیعی استان مازندران از ادامه آتش سوزی در جنگل‌های 2000 تن کربن خبر داد. تا کنون 8 هکتار از عرصه‌های جنگلی غرب مازندران بر اثر آتش سوزی دچار خسارت شده است. پروانه معصومی بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون درگذشت. پروانه معصومی متولد 1323 از مهمترین بازیگران زن سینمای ایران در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی بود. او با مهمترین کارگردان‌های سینمای ایران از جمله بهرام ویزایی، ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، محسن مخملباف و کیومرث پوراحمد همکاری داشت. رگبار، غریبه و مه، کلاغ، ناخدا خورشید، ناصرالدین شاه، آکتور سینما و جهیزیه برای روباب از فیلم‌هایی هستند که پروانه معصومی در آنها ایفای نقش کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خواستار توقف و نقض حکم اعدام ایوب کریمی زندانی عقیدتی کرد اهل سنت شد و نسبت به اعدام قریب الوقوع این زندانی سیاسی هشدار داد. ایوب کریمی از حدود 14 سال پیش در معرض حکم اعدام بود و روز یک شنبه 28 آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر منتقل شد. پیش از این در 14 آبان ماه حکم اعدام قاسم آبسته یکی از همپرونده‌های ایوب کریمی اجرا شد. رضا اکوانیان فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. آقای اکوانیان، ایوب کریمی زندانی عقیدتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار داره در حالی که 14 ساله که در زندان به سر میبره. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چه رفتاری با این متهم سیاسی داشته؟ سیر پروندهش چطور بوده؟ بله، من سلام عرض می‌کنم. از بیانیه همبندیان در واقع پیشین ایوب کریمی شروع کنم که گفتن نذاریم اعدامش کنن و صدای ایوب و 5 همپرونده دیگرش باشیم که الان زنده هستن هنوز. اونها خب به محاربه و افساد فعل ارز و قتل عبدالرحیم تینا که 7 مهر 87 توسط افراد ناشناسی کشته شد متهم شدن، اما بارها اتهاماتشون رو بیاساس خوندن، رد کردن. تو یکی از نامه‌هایی که 10 سال پیش جمعی نوشته بودن اشاره کرده بودن به اقدام به خودکشی انور خضری، یکی از افرادی که این پرونده هستش، و انتقالش به بیمارستان و اعتراف اجباری که ازش گرفتن. گفتن وقتی بعد از عمل به هوش اومده انگشتش رنگی بوده و تو این و این مسئله رو در واقع بهترین شاهد بر این ادعا که ازش اعتراف تحت فشار گرفته بودن دونسته بودن. خسرو بشارت یکی دیگه از این زندانی‌ها رنج نامه می‌نویسه و از شکنجه هایی که توی ایام بازجویی برای گرفتن اعتراف اجباری بر خودش و هم پرونده‌اش رفته بود گفته بود. از نگهداری توی سلول انفرادی مدت‌های طولانی میگه که از پشت دست‌هاش رو با دستبند بسته بودن، ساعت‌ها با دستبند به سقف آویزونش کرده بودن، به تخت بسته بودنش رو با کابل‌های برق فشار قوی دورشته و سرشته میگه به کف پاش ضربه زدن، طوری که میگفت که نزدیک بود مغزم از دهنم بیاد بیرون و چشام از حدقه بزنه بیرون و قلبم داشت میترکید. تهدیدش کرده بودن به دستگیری اعضای خانوادهش. انور خضری همسال 97 نامه می نویسه از کارشکنی قضات، دادگاه و دخالت وزارت اطلاعات میگه تو پرونده ها با هماهنگی سازمان زندان ها با هم یه مثلث رو تشکیل داده بودن که به شکل سیستماتیک حقوق متهمان رو نقض می کردن. درباره تحمیل وکلای تسخیری اعتراض میکنه، جزئیات شکنجه، اعتراف اجباری و اعترافات ویدئویی خودش و بقیه رو شرح میده، میگه چطور از اون اعتراف گرفتن، یعنی مشخصا نشون داده بودن چطور توی یه روند غیر قانونی و تحت فشار ازشون اعتراف گرفتن و به اعدام محکومشون کردن. اخیرا هم خب قاسم آبسته یکی از همپرونده های کریمی در روال مشابه اعدام شده. همین الان وضعیت ایوب بعد انتقال به انفرادی واسه اعدام مشخص نیست. میبینیم واکنش ها تو سطح بین‌الملل به محکوم کردن فقط باقی مونده. باید این حساسیت همین واکنش ها رو که اشاره کردید بهش آقای اکبانیان، اگر خیلی کوتاه بگید که هشدارهای سازمان های بین المللی و فعالای حقوق بشر تا چه اندازه میتونه خطر اعدام رو کم کنه در این جنبه واقع؟ بخوام خیلی کوتاه بگم، بله، همین مشخصا باید بگیم که
باید این واکنش ها از سطح صرفا محکوم کردن خارج بشه، باید این حساسیت نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام بالا بره، باید همه مردم نسبت به اعدام هر کسی با هر اتهامی واکنش نشون بدن و اعدام رو برای حکومت پرهزینه کنن، بلکه بشه از اعدام ها جلوگیری کرد. سپاسگزارم از شما رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر که از بروکسل با ما همراه شد. و شما فراموش نکنید که میتونید همیشه در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها رو دریافت کنید. در این اپلیکیشن برنامه‌های خبری، مستندها و برنامه‌های رادیویی ایران اینترنشنال همیشه در دسترس شما هستند. همه اینها و بیشتر تنها با دریافت این اپلیکیشن که برای دستگاه‌های هوشمند طراحی شده قابل دریافت خواهد بود. همین QR کدی که روی صفحه می‌دیدید رو میتونستید اسکن کنید و از طریق اون آخرین خبرها رو دریافت کنید. از همراهی شما ممنونم. دقایقی دیگه با اقتصاد و بازار همراه شما میشم و به مسائل اقتصادی در ایران در اون مجموعه خبری خواهیم پرداخت.